ببینید، جمهوری اسلامی به هر حال همواره همیشه حامی گروه های تروریستی بوده، هیچ وقت نخواسته مثل یک دولت نرمال یک دولت ملت بیاد سر میز بشینه با کشورهای نرمال دنیا سر میز بشینه و مذاکره بکنه و همیشه از طریق نیابتی سعی کرده از گروه های تروریستی حمایت بکنه و بقای خودش رو به این شکل حفظ بکنه. متاسفانه به این شکل همیشه پیش رفته و پیش خواهد است. اما اون چه که مسلمه اینه که به هر حال جمهوری اسلامی میدونه که اگر بخواد دخالت مستقیم بکنه، آمریکا وارد جنگ مستقیم با خود ایران خواهد شد و این به هر حال یک باخت خواهد بود به نفع به ضرر کامل ایران، مردم ایران و حتی خود حکومت خواهد شد. در نتیجه من فکر نمی کنم که بخوان وارد چنین بازی بشن و سعی میکنن که این رو، امیدواریم که سعی بکنن این رو کنترل بکنن. و دنیا هم همینه، یعنی ایالات متحده آمریکا هم به دنبال این استش که وارد یک جنگ مستقیم یا بزرگ شدن این جنگ چه در خاورمیانه و چه درگیری نظامی با ایران بشه. در حال ایران کشوری هستش که در یک سال گذشته مردم و کنشگران سیاسی و اپوزیسیونش نشون دادن که خواهان برقراری دموکراسی و سکولاریسم و جدایی دین از حکومت هستن و جایگزینی این حکومت هستن. در نتیجه این بزرگترین آلترناتیوی هستش که ایرانیان به دنیا ارائه دادن و تنها کافیه که سیاست جهانی از اونها حمایت بکنه تا اونها در داخل کشور بتونن تقویت بشن، قوی بشن و این جایگزینی و این ترانزیشن، این گذار بتونه روی بده. برای همین من فکر میکنم که هر گونه درگیری نظامی میتونه به ضرر طرفین باشه.